برنامه امروز تدارک دیدن، امروز آغاز زرتوش شدم. به حال امیدوارم که خوب و خوش باشین. آقای سیاوش عبستاد، درود بر شما. درود بر شما استاد سیروس شرفشایی، روز و شب خوش. دو تا ایمیل داریم که توی ایمیل ارسال شده، یه عکس یه ویدیو خیلی کوچیک. درود دارم به کارگردان برنامه و همه بینندگان مهربانی که ما رو میبینن و به برادر مهندس امیر شجری عزیز. با شما هستم استاد شرفشایی، حالتون چطوره؟ بسیار بد نیستیم، در حال هستیم، زندگی شکر. خیلی آدرشون میخوام ما زودتر بمیریم از شهر ما راحت بشن دیگه، این مطالب و این احوال نداریم. ولی به هر حال ما هستیم، تا زنده هستیم مبارزه هست و تا زمانی که نتونیم به سرزمینمون آزادانه پا بذاریم و اون خاک را ببوسیم، به هر حال مبارزه ادامه داره. آقای سیاوش عبستان، واقعا استاد چرابشایی خسته نباشید. شما این همه تلاش، این همه سالها، چندین هزار شماره روزانه روزنامه در آوردن در غربت در لس آنجلس، برنامه و تهیه و سخنان جالب، خیلی زیبا گفتید. من فرمایشات شما رو گوش می‌کردم، خیلی قشنگ گفتید. از امروز دیگه بایستی ما فقط و فقط مردم تازی پرست ابله و ستم پذیر رو زیر رگبار بگیریم، به خاطر اینکه این مردم ستمپذیر و تازی پرست از جلادان و جنایتکارانی که مزدور و یا حقوق بگیر که هستن بماند، از نیاکان تازی خودشان در ایران اشغال شده و افکار اندیشه اونا دارن دفاع میکنن، پول میگیرن یا برای خانواده تاریخی خودشون بنی هاشم کار میکنن. اما این مردمی که هویت ایرانی دارن و با هویت ایرانی این گونه این همه جنایات رو میبینند، همونطور که شما تشریح کردید، همونطور که شما گفتید، ما یزدان گواه، آقای شرفشایی، نمیتونیم و نمیخوایم گریه کنیم، ولی انسان خون گریه میکنه از این بیغیرتی یک مردمی که فرزندانشون میرن روسری آتیش میزنن، فرزندانشون میرن روسری از سر بر میدارن، بعد این حرامزاده ها به عناوین مختلف ما رو میکشن. همونطور که دکتر قره‌قزلو اشاره کرد، باز دوباره میرن و در مدارس دخترانه با مواد شیمیایی و درست کپیشون همون شیوه روسیه، ما رو بچه های ما رو، دخترای نازنین ما رو، اویم مدارسی که نام آریایی ایرانی داره، حرامزاده ها، یعنی نمیرن یک مدرسه فاطمه زهرا حضرت ابوالفضل عباس رو میگیرن این کار رو بکنن، میرن مدرسه شاهین و کوروش رو این بلا رو سر بچه های ما میارن. و اینجا دیگه ما 43 سال 1400 سالی داریم نوحه میکنیم، گفتیم و میگیم که شجاعت مردم رو میگیم، ابو مسلم ها رو میگیم، یعقوب لیسا رو میگیم، نادر شاه رو میگیم، رضا شاه رو گفتیم، اما این مردم بی بخار ابله نادان تازی پرستی که همون چادر و چاقچوری که ثابت کردیم، حمزه عموی پیغمبر، همه گفت من اینو به خاطر غبار صحرا به سر کردم، بعد اینها همچنان 1400 سال مرثیه خان دشمن هستن و ضد میهن خودشون دارن کار میکنن و لب بسته و ساکت. شما ببینید در همین چند ماهی که شورش بود، آقای شرفشایی، این بچه های عزیز، این سلحشوران، این کانون های شورشی و دلیل چقدر قهرمانانه می زدن با ورزش های رزمی که یاد داشتن و دشمن رو لطوپار می کردن و دخترهای ایرانی رو از این دست پایی نمی بردن بیرون، زدن این بچه های ما رو، قهرمانان رو کشتن. کرمی وقتی باباشو من دیدم که با اون همه مدال و عکس پشت سر وایساده، آدم واقعا دلش می سوزه، می خواد گریه کنه. این مردم غیرت ندارن، هیچ ندارن، اونجا تمرگیدن و همینطور حرف میزنن. مدحسنای هر کسی که خوب صحبت بکنه میگن مدهوش می مست رسانه ها هستن و غیره شوربختانه. شما اشاره خوبی داشتید، از این پس نوک پیمان حمله باید به همین مردم تازی پرست باشه استاد شرفشایی. بله، من باور کنید وقتی توی فیسبوک دیدم
یک مردی دخترش و دخترش هم بزرگ بود کول کرده مصوم شده داره میبره با گریه و زاری. اصلا من به فکر این مردم افتادم که چرا شما اینقدر ذلیل شدین در مقابل این رژیم، چرا حرکت میکنید، در کجای دنیا سابقه داره که یه ملتی در مقابل این همه جنایات بمونه تو خونه هاشون تکون نخوره علیه این حکومت؟ با اون مرگ یه بار، شیون یه بار، ده تا، بیست تا، صد تا، پنجاه تا، دویست تا کشته میشن ولی مملکتتون نجات بده میکنه. این من اصلا یکی دیگه از مسائلی که واقعا شگفت زده شدم آقای سیاه شبستان اینه که این مواد مصدومیتی که به بچه ها میدن اینا رو روسا میدن، کارشناس میفرستن اونجا که اینا چجوری مسائل رو ایجاد بکنن که نجات پیدا بکنن از حرکت های مردمی. یه دونه مرگ بر روسیه، مرگ بر پوتین من نمیبینم در داخل ایران چهار تا مردم، چهار تا جوان فریاد بزنن. آقا مقصر اصلی اونها، اینان که این رژیم رو نگه داشتن، این پوتینه که این همه ثروت های مملکت ما رو میگیره، گفته هر چی میخواین خرید کنین اینا هم ما بکنین، جای دیگه نخرید، ما میدیم، همه ثروت و مملکت ما رو داره میگیره. خب نشسته کارشناس میفرسته در اونجا که بررسی کنن که با چه وسایلی میتونن خاموشی ایجاد کنن، مردم رو خاموش کنن، سر و صدا نکنن. بچه های من میذاری کول میکنی بچه تو دختر به این بزرگی رو میبری و داد نمیزنی، فریاد نمیکنی، خانواده رو به حرکت نمیدازی که آقا باید اعتراض کرد. هیچ جای دنیا در این باغ وحش این سکوت وجود نداره. با حیوانات این کارا رو کسی نمیکنه که این رژیم داره میکنه، که این سپاه تو همش هم پاسدارا، یعنی هیچ نیرویی رو شما باید بدونین مقصر اصلی اون پاسداره. بعد خونش رو یاد بگیرین کجاست، برین دوتا با تیر بزنین بکشینشون، حرکت کنین. آقا چهار تا رو این فرماندهان پاسدار رو بکشین عوض میشه، ماجرا چنج میشه، همه بقیه در میرن. اینا پولاشون همه رو آوردن خارج گذاشتن، زن و بچه و خیشانشون هم اینجا هستن، دارن بهترین زندگی ها رو در فرانسه و در نمیدونم آلمان و در امریکا و همه جا دارن میکنن. حساب ها هم پر و پیمون، کشورهای خارجی هم دوست داره که هر چه وحشت ایجاد بشه پولا بیاد اونجا، پولا نمونه در داخل اینا. بعد آقای عوستان. بله درست میفهمید. یک عکس در ایمیل هست ارسال شده از جورج سوروس و یک فیلم چند ثانیه‌ای از پدر کیان پیرفلک، نمیدونم دریافت کردن یا نه. استاد چرفشه، این پدر کیان پیرفلک یه بچه 9 ساله که تبدیل شد به یک اسره تاریخی، یا مثلا همین جورج سوروس. ببینید این عکس جورج سوروس رو شما ببینید، این عکسی است از جورج سوروس و ترامپ. خبری است که امروز همه خبرگزاری جهان از جمله اورونیوز منتشر کرده. آقای شرفی این اورونیوزه ولی تمام خبرگزاری های امروز رو منتشر کردن. شما در نظر بگیرید جورج سوروس که در سانسور هست و کمتر کسی از کارشناس صحبت میکنه، درست هفته پیش تو این برنامه بنده حقیر فقیر درمانده بی تقصیر جریان جورج سوروس رو مطرح کردم و براتون اون فیلم 3 دقیقه‌شو پخش کردیم و گفتیم که جریان آقای ترامپ به ایشون بستگی داره و غیره و غیره. حالا بعد از یک هفته خبرگزاری های جهان که بایستی خبر اول اونا پخش کنند اومدن حرفای یه هفته پیشی که در خدمت شما، در حضور شما و در تلویزیون مقدس و پاک پارس و مطرح کردن رو مطرح کردن. خب این خبر رسانی تا این حد فرش و موارد دیگه تأثیر گذار بوده برای جامعه ایرانی. پدر کیان پیر فلک، این بچه 9 ساله رو که این حرومزاده ها کشتن. شما ببینید میثم عزیزم، درود دارم به خانمش، خانمش میگن زینب اما اسمش هست ماه منیر. این ماه منیر که چه شجاعت و گستاخی نشون داد تا این چند ماه. حالا میثم عزیزم که الان فیلمش دارین 30 ثانیه است میبینیم، آقای شرفشهی استاد عزیز، این تا دیروز تفلی نمیتونست میثم تکون بخوره چون اینم زخمی شده بود و بد جوری حالش خراب بود. معجزه آسا نجات پیدا کرد با تلاشی که پزشکان عزیز کردن، من ازشون واقعا سپاسگزارم. پزشکان نیرو گذاشتن آقای شرفشهی برای میثم پیرفلک پدر کیان. ببینید اومده این فرزند شهید و پیامبر 9 ساله آریایی میگه آقا بچه من خودم دیدم فلان سردار کشت،
نیاین علکی یک همتبار من و یک همشهری من و یک اهل ایزه رو بگیرید محاکمه کنید مثل جریان سینمارکس رو دیگه بکشید بگین قاتل بچم بود. شما ببینید شجاعت این میثم استاد چرفشایی تا چه حد که میاد پس از این همه بلایی که سر خودش و فرزندش و خانوادهش اومده 15 ثانیه است. ببینید چی میگه، بشنوید. به نام خدای رنگین کمان، میثم پیرفلک هستم، پدر جاوید نام هستم. من هیچ گونه شکایتی از مجاهد کورکور و بچه های ایزه نکرده و نخواهم کرد، چون من و همسرم به چشم خود دیدیم نیروهای امنیتی به فرماندهی سردار ایدی علیپور ماشین ما را به رگبار بستند و من را زخمی کردند، پسرم را به قتل رسوندند. به دلیل شدت جراحاتی که به من وارد شد امکان فعالیت در فضای مجازی را نداشتم و پس از 38 روز که شنیدم پسرم به قتل رسیده است، دادخواه خون پسرم هستم. از ملت شریف ایران خواستارم دنبال حقیقت باشند، نه فراموش کنم و نه بخشم. آفرین استاد چرفشایی. میبینید شعاری که مطرح شده در برابر شعاری که حرامزاده همیشه گفتن آقا آشتی ملی میکنیم و میبخشیم و بقیه، ما زخرفات نیست. زمان زمان کیان پیرفلک رضا رهنورد محسن شکاریست، انتقامه تک تک این جنایتکاران. استاد چرفشایی نه بخشیده خواهند شد و نه فراموش خواهند شد و همچنین این سیل حرامزاده های ساکتی که این ستم تازیان را پذیرفتند و یک ذره شجاعت این میثم عزیزم را ندارند. این میثم سرشار از درد، چندین عمل جراحی رو روش انجام دادن طفلی، از مرگ به این زندگی دوباره آوردنش پزشکان عزیز، ولی میبینید چقدر سرش رو. چند هفته در بیمارستان بود استاد چرفشایی و هنوز بهش نگفته بودن این کیان که نابغه است، نابغه بود و هست و تاریخ ماندگاره، چون شهید واژه پارسی است، یعنی گواه تاریخ واژه پارسی است، عرب و غیره از ما گرفتن، و شهیدی است که همیشه زنده است. و این شهیدان استاد چرفشایی این بار مثل سیلی خواهند آمد و تمامی این تازیانی که تا این حد دارن به ملت ستم میکنن و این مردم خاموش واقعا تبهکارتر از تبهکاران حاکم نشستن و این جنبش شورش اخیر که دیگه چی میخواستین؟ دنیا میخواستین از شما پشتیبانی کنه؟ دنیا از شما پشتیبانی کرد، دنیا از بچه های شما داره پشتیبانی میکنه، دنیا داره به پای بچه های شما گل میریزه و به پاس اونها برخواست از نخست وزیر، وزیر، رئیس جمهور، وکیلای مجلس، مردم عادی و و و و شما مردم بی بخار تمرگیدید اونجا و از این میثم های دلاور نمی آموزید ایرانی بودن رو. بله، این به هر حال آدم شگفت زده میشه از خاموشی این مردم در مقابل این فجایعی که در داخل ایران. همطور که من یکی از چهره هایی هستم، شاید دوستای دیگر هم در همین باره تایید میکنن که قبول دارن که این روسیه است که در داخل ایران به خواست آسدعلی که در حال در اون دانشگاه مسکو رفته امور جاسوسی و اینا رو اونجا خونده و حمایت کرده و عضو وابسته به اون تشکیلات روسیه هستش، این آدم داره توی مملکت فاجعه ایجاد میکنه هر لحظه به نوع وضع مختلفی. و این مصومیت بچه های داستان شوخی نیست، چرا فقط دخترها رو مصوم میکنن؟ چرا پسرها مصوم نمیشن؟ این اصلا مسائلیه که باید مردم همیشه یه علامت سوالی جلوش بذارن و ببینن که این چه اتفاقی در داخل ایران هست و روسیه به چه شکلی عواملش فرستاده در ایران و دارن اداره میکنن و این چیزهایی که وسائلی که مصطوم میکنه دخترها، این همه روسیه اومده. در داخل ایران همچی وسائلی که بچه های مردم تو مدارس
در حال الان لیستی که داد آقای قرقزدو واقعا میدونید در چندین مدرسه در نقاط مختلف کشور هماهنگ دارن بچه ها مصدوم میشن. یه همچی داستانی ما در ایران نداشتی بسن، یه همچی فجایعی تاریخ ایران سراغ نداره. بعد آقای عوستابن واقعا از سکوت مردم واقعا اندوهگین، با اینکه در خارج از کشور شما عکس رومینای عزیز رو نشون دادید که 6 ماه پیش در همین برنامه شما یکی از اعضای دولت موقت اعلام شد، الان در دنیا ایرانی ها وزیرن، وکیلن، معاون رئیس جمهورن، پستای حساس دارن. این نابغه بودن ایرانی رو جهان پذیرفته، ولی این مردم تازی پرست، مرد پرست، ستم پذیر داخل ایران سرشون رو منقل تریاک خودشون. سپاسگزارم استاد، خوشحال شدم با شما بودم. روز شب خوشی داشته باشید. امیدوارم به پایان برنامه رسیدیم. بله، یک دقیقه که میاد یعنی که دیگه برید و خوابید. بسیار ممنون و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. برای شما هم همینطور. سپاسگزارم استاد چرمشاهی، روز شبتون خوش. مرسی آقای شهرتی عزیزم. بسیار ممنون. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر قرقزدو، سیاوش اوستا و امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم. بدرود تا درودی دیگر.